بسم الله الرحمن الرحیم برندگان عزیزمون خدمت همتون ارز ادب و سلام دارم والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمن خدایا گذشتگان ما سلف ما اصحاب تابعین و سایر بزرگان دین را مورد مغفرت و رحمت خود قرار بده و همچنین همه ای ما را خدایا در دلهای ما غل و نسبت به کسانی که ایمان آورده اند قرار مده این از اوصافی است که خداوند در مورد بندگان مؤمن خود یاد فرمودند بحث امروز ما در مورد اینه که آیا روایات قدسیت دارند یا امام در بر اساس این بحث هایی که در این مدت کردیم در مورد حضرت حسین رضی الله عنه شهید مظلوم آیا واقعا روایات قدسیت دارند معصوم هستند روایات یا امام بحث ما امروز این هست بیرندگان عزیز دقت کنید من خواهش میکنم بحث های جانبی کنار بذارین در این مورد آیا روایت اسمت داره معصوم هست یا امام طبیعی اینه که بله بگیم بعد بله شخص روایت قابل نقد هست امکان داره خب راوی دوچار اشتباه بشه راوی روگو باشه اما در فکر امامیه قضیه کاملا برعکس است اگر چه ادعا می شود که امام معصوم هست اما در حقیقت اسمت از آن روایات است روایت معصوم هست امام معصوم نیست امام اشتباه میکنه امام کارهای عجیب و غریبی میکنه امام راهزنی میکنه قافل زنی میکنه توجیه میشه روایت روایت اصل هست روایت مقدس هست روایت معصوم هست آخه هر چیزی آخه این این, این مسئله خب نان هست درش نان هست نان هم مقدس هست نان مقدس هست متاسفانه و به خاطر نان خب همه چیز اخلاق دین خدا تقوا کنار گذاشته میشه امام هم فدای نان می شود در این روایت ها نان هست بدین خاطر چون این روایت ها برای نان ساخته شده اشکال نداره که امام فدای نان شود وگرنه چه معنایی داره که روایت های دروغین زشت بدور از اخلاق قبول شود و به امام این نسبت های زشت داده شود روایت نقد نشود روایت رد نمیشه اما کار امام میان توجیه میکنن این کار زشت و نادرستی که به امام نسبت دادن من اینو توجیه میکنند پس در اینجا قدسیت از آن روایت شده یک کار نادرست و زشت به امام نسبت میدن حالا نمیخوان روایت رو رد کنن چرا اگه بخواند روایت رو رد کنن تمام این قضیه از بین میره دیگه نون آجر میشه چون کل قضیه امامت بر اساس روایت است کل قضیه تحریف قرآن بر اساس روایت هست دیگه همش روایات 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 چیز از قرآن نیست بدین خاطر اگه بخواند روایات رد کنند دیگه نون آجر میشه سنگ میشه سجیل میشه میشه تو سر، به سرشون میخوره دیگه ناچارند در اینجا امام و فدای روایت میکنند ما دیروز دو حادثه خوندیم و باز دیگه الان تکرار میکنم تا بینندگان بدونن واقعا در این فکر اگرچه ادعا می شود که امام معصوم است اما در حقیقت معصوم نیست روایت های انسان های دروغگو کذاب انسان هایی که مجهول هستند وجودی ندارند ساخته شده به اونها نسبت داده شده اینها قدسیت داره چون گفتیم اصل این فکر اثبات امامت من اندلا از کجاست روایت هست قرآن که نیست شما در قرآن چیز از این نمیبینید ناچاری بیاد به روایت میچسبه هر آیه قرآن هم بیاره نمیتونه اثبات کنه میاد روایت میاره دیگه هر, استدلالی به قرآن که کردن نمیتونن چون سریح و واضح نیست کاری به این مسئله نداره روایت رو میارن پس روایت قدسیت داره اصل این هست و حتی بر قرآن هم برتری داره بیایم این روایت بار دیگه بخونیم دیروز که مطرح کردیم به حضرت حسین رضی الله عنه این صفت زشت قافل زنی رو دادن امامی که معصوم هست حاضر نیستن بگن دو آقا این روایت دروغ هست ابو مخنف کذاب این روایت رو درست کرده وقتی که بخوان بگن که ابو مخنف کذاب هست تمام اون چیزی که روایت کرده در مقتل حضرت حسین رضی الله عنه دیگه تموم شد پس نمیتونن بگن که ابو مخنف کذاب هست اگه بگن کذاب هست تموم شد تمام این قصه سرایی ها این نانی که دکانی که برای خودشون باز کردن بسته میشه بدین خاطر امام اشکال نداره اشکال نداره امام بگیم که این کارو کرده این کار زشت انجام داده مهم این است که روایت بیمونه مهم اینه که این روایت ها بیمونه امام اشکال نداره توجیش میکنیم کار امام توجیه میکنیم این روایت رو بخونیم با هم دیگه جواهر و تاریخ من الان فقط از یکی از کتاب ها میخونم دیروز به تفصیل خوندیم شیخ علی کورانی عاملی جلد 3 صفحه 382 امام الامام حسین علیه السلام یصادر قافله من بیت المال لمعاویه فأخذها وقسمها في اهل بيته و مواليه. امام حسین قافله ای که مال بیت المال بود برا معاویه میرفت میرفت به شام اونو میگیره تقسیمش میکنه در بین خانواده خودش و اطرافیانش به معاویه می نویسه که نامه می نویسه که از حسین ابن علی الی معاوه ابن ابی اما بعد عيرا مرت بنا من الیمن قافله ای از یمن بر ما گذر کرد بارش چی بود مال داشت حله داشت انبر داشت بوی خوش داشت که به شام می اومد تا را در انبارهای دمشق قرار بدی انبارش کنی و خود تو خانادت ازش استفاده کنی من بهش نیاز داشتم اون را گرفتم و سلام تموم شد الان در اینجا بینندگان عزیز بدون اینکه اعتقادی به امامت و این چیزی که اسمت و فلان اینها واقعا این کار شما چی میگید؟ این کار شما اسمشو چی میذارید؟ قافله ای از یمن میاد حضرت حسین اونو میگیره خب اینجا چند تا ملاحظه هست دیروز هم گفتیم حد دائما شما میشنوید که بله حضرت حسین رضی الله عنه در مشقت بودن تحت فشار بودن دقت ما الان میاد یه قافله را حضرت حسین کامل بر میداره قافله بوده خب چندین شطور بوده بار زیاد هم داشت از من میومده آیا یکی دو تا ستام که نبوده دهتا که نبوده مال بوده حله بوده لباس بوده انبر بوده بوی خوش بوده طیب بوده عطر اینها بوده میگه که حضرت حسین را میگیره بیت المال هست اول حضرت حسین رضی الله عنه چه اولویتی داره که بیاد آن چیزی که مال بیت المال هست خودش برداره به چه حقی من میگم این روایت دروغ هست و من یقین دارم شکی ندارم که این روایت دروغ هست و اینو برای اهانت به اهل بیت نویشتن در اینجا حقیقتا این مدح بنی امیه هست این چیزی که کاری که حضرت حسین کرده و عکس العمل معاویه همونطور که ابن حدید معتزلی شیعی در نهج البلاغه میاره اینو به عنوان تیزهوشی معاویه و صبر معاویه میاره که انسان صبوری بوده پس مدحیست برای معاویه و داره حقیقتا به حضرت حسین توهین می شود که این کارهای عجیب و غریب و زشت رو به حضرت حسین نسبت می داد. خب حضرت حسین رضی الله همه نیاز داشتن چرا اگه اون نیاز داره بعد برداره و کسانی مگه کسانی دیگه نبودن که بهش نیاز داشتن مگه نمیگید که حضرت علی رضی الله در زمان خلافتش چقدر عدالت رعایت کرد اگه میخواست کار حکومت بود کار مردم بود از همون شمع شمعی که برای مال حکومت بود استفاده می‌کرد. اگه برای خودش بود از شمعی و قلمی که استفاده میکرد برای خودش بود از بیت المال استفاده نمیکرد چگونه حضرت حسین رضی الله عنه آقای سوال هست خواهش میکنم بدون تعصب میاد یک مالی که مال بیت المال هست میگه بیت المال میه تصاحب میکنه دو حاکم مدینه کجاست؟ یعنی پس حضرت حسین رضی الله عنه در اونجا حکومت داشته حکومت میکرده پس ترسی از بنی امیه نداشته یا اینکه معاویه اجازه داده بود که حسین هر کاری میخواد انجام بده یعنی خیلی آزاد بودن از ترسی داشتن این هیچ مشکلی نداشتن پس و تمام اون چیزهایی که در این مورد بافته شده دروغ هست دیگه این سوالی است که طبیعتا به وجود میاد دیگه حضرت حسین میاد قافله ای تصاحب میکنه حاکم مدین هیچ عکس عملی نشون نمیده و اصلا حضرت حسین هم میاد مستقیما به حضرت معاویه رضی الله عنهما نامه مینویسه یعنی بین خودشون قرار میده حاکمی چیزی در کار نیست مثل اینکه در حالی که مدینه زیر سلطه بنیمایه بوده حاکم داشته دیگه ولید ابن عقبه ابن ابی سفیان حاکم بوده اونجا بعد از این دقت کنید جوابی که معاویه میده رضی الله عنه شما این جواب رو بخونید بدون تعصب اون تعصب امامیه خود را تعصبی که آخوندها مداها، روایت ها دروغین تاریخ وارد تو زنیتون کن بیاد بیرون همین روایت دروغین داره به چی میگه خودت بشین اینو بخون روایتو بخونی چی میگه معاویه رضی الله عنه میگه از معاویه از عبدالله معاویه امیر المؤمنین به حسین ابن علی در جواب نامه شد سلام بر تو باد اما بعد نامت به من رسید که در آن نوشته بودی که قافله ای از زمان بر تو گذر کرد بار این قافله مال بود حله بود گفتیم لباس بلند هست انبر هست و طیب به سوی من می اومده تا آن را در انبارهای دمشق قرار بدم و خود و فرزندان پدرم ازش استفاده کنند و تو به اون احتیاج پیدا کردی اونو گرفتی حالا جوابش اینه که تو حق نداشتی اینو بگیری چرا که گفتی مال به سوی توست مال توست اگه مال من هست مال والی است خب حق نداشتی لان الوالی احق بالمال کسی که حاکم هست احق بالمال اولاتر هست به مال اون بعد بیاد بالاخره میاد زیر دست دولت دیگه ثم عليه المخرج منه بعد او میدونه که چطوری خرج کنه دقت کنید در اینجا الان شما بلندگان عزیز کدام کار رو درست میبینید می جوابی که معاویه میده یا کاری که حضرت حسین کرده الان اگر هر مخالفی مخالفت کرده با دولت اصلا مخالف هست اما در زمان صلح هم هست بیاد این این کار رو انجام بده دولت باش چه رفتاری میکنه جواب خودتو بدید کسی که میاد بار دولت بگیره باری که مال دولت هست چندین کانتینر مثلا بار دولت رو بگیره دولت چه رفتاری میکنه آیا این اجازه داره یک فرد که حالا چون من نیاز داشتم حمله کردم و بار دولت و جنس دولت و اموال دولت را که متعلق به عموم مردم هست دیگه گرفتن خودتون چی میگید خودتون فکر کنید رو این قضیه الان جوابی که معاوی میده میکن مال دولت بود به والی میرسه والی هم بعد تقسیم میکنه تو برداشتی همه در بین خودت و خانواده تقسیم کردی میگی چون حالا تو میخوای بین خودت و خانواده مصرف کنی پس من هم اینو میگیرم بین خودم خانواده مصرف میکنم این منطق این روایت هست دیگه به اینکه تو رفت از این مال استفاده من استفاده میکنم و ایم الله لو ترکت ذلك حتى صار اليك لم ابخسك حفظک من سوگند به خدا اگه اجازه داده بودی این قافله میرسید پیش من هیچ چیز ذره ای از حق کم نمیشد حق تو کامل پرداخت میکردی ولکنی قد ظننت اخی ان فی رأسک نزوه اما من بر این باورم که ای پسر برادرم که در سر چیزی هست گرمی و تندی هست این کار میگه که مقابل میگه نظر من اصلا کار نیست و به ودی ان یکون ذالک فی زمانی من دوست دارم که این کارهایی که انجام میدی در زمان من باشه در زندگی من باشه ف اعرف لک قدرک من مکان تو رو میدونم مکانت تو می منزلت تو رو میدونم که کی هستی بزرگ کی هستی اشتباهی کردی و اتجاوز و اندالک از این اشتباهات من گذشت میکنم از این کارهایی که انجام میدی من گذشت میکنم حالا شما بفرمایید مدح کیه در اینجا بینندگان عزیز این رات کی رو مدح کی رو مدح میکنه حضرت حسین داره مدح میکنه یا معاویه را رضی الله عنهما کی در اینجا در مقامی قرار داده شده که عاقل هست حکیم هست معاویه یا حسین رضی الله عنهما اصلا این روایت داره اهانت میکند به حضرت حسین رضی الله عنه ای کاش که علمای روافظ عقلشون به کار مینداختن به خاطر این روایت ها حضرت حسین رو فدای این روایت ها نمی کردن. حضرت حسین فدای این روایت ها شده فدای نان شده مراجع تقلید حضرت حسین رو فدای نان میکنند. آقا آگاه باشید، بیدار بشید، مراجع تقلید علمای شیعه متاسفانه حضرت حسین رو فدای نان میکنند، فدای نان کرده اند، در این روایت هیچ مدهی برای حضرت حسین نیست، تمامش داره فضیلت معاویه بیان میکنه، حسین و یک انسان تندخو نمیدونه که چه کاری انجام میده معرفی میکنه، راه زنی میکنه قافل زنی میکنه من نیاز دارم نیاز داشتم برداشتم این چه حجتی چه منطقی است که یک فرد عادی قبول نمیکنه بعد به امام معصوم بخوان نسبت بدن جز اهانت به اهل بیت تا ببینید که روافظ بدترین دشمنان اهل بیت بودن حتی از نواسب هم بدتر بودن روافظ دشمنیشون از اهل بیت بیشتر از دشمنی نواسب نسبت به اهل بیت است خب همین کافیه این روایت اصلا کافیه که بگید که واقعا اینا دوست اهل بیت بودن میگه من اگه تو این کارا در زمان من انجام بیده اشکال نداره من گذشت میکنم چشم پوشی میکنم از این یعنی اشتباه میکنه که چشم پوشی میکنم کار نادرستی انجام میده که چشم پوشی میکنم چون من مقام تو رو میدونم من تو رو میشناسم مقام منزلت تو رو میدونم ولاکنی والله اتخوف ان تبتلى بمن لا اما سوغان به خداوند میترسم که مبتلا شی به کسی که به تو دیگه مهلت نمیده مدت کودایی به اندازه یک شیر دوشیدنی به تو مهلت نمیدن دیگه اگه کارها را انجام بدی دقت کنید حالا بفرمایید بین تحلیل جناب آقای کورانی چیه بفرمایید این از علمای معاصر شیعه میگه که اقولو میگم که واضح هست که معاویه میدونه که حضرت حسین میخواد که بر معاویه خروج نکنه بلکه منتظر است که بمیرد تا بر یزید خروج کند بدین خاطر ماویه بر حذرش داشت خب اگه نمیخواد خروج کنه چرا این کارها رو انجام میده کارهایی که انسان یعنی دقت کنید الان برای اثبات این فکر دیوانه ای بدون از عقل بدون از عقل, از عقل امامت می چه اهانت هایی به حضرت حسین میکنه بعد توجیه میکنه بله حالا معاویه میدونه که حضرت حسین قرارش اینه که بر معاویه خروج نکنه اما داره خودش آماده میکنه برای اینکه بر یزید خروج کنه و معاویه داره رو بر حذر میداره که این کار اگر در زمان یزید کردی دیگه یزید با تو مماشاتی نمیکنه ولی دیدیم که بار دیگه یزید هم مماشات کرد دیگه نه حاکم مکه چیزی گفت بار دوم وقتی که از مکه رفتن به تنعیم اونجا اون قافله رو بار دیگه تصاحب کردند خب اونجا هم حاکم مکه هیچ کاری نداشتن با ایشون مگه این قافله از تنعیم نیومد به طرف مدینه قبلا نشون دادیم دیگه مسیر قافله این گونه بود اومد به نزدیکای مدینه همینطوره رفتن به طرف کوفه اما با این حال نه حاکم مک... کوفه کاری داشت مکه کاری داشت نه حاکم مدینه و نه در طول این مسیر 1400 کیلومتر کسی از بنی جلوی نمو تو چرا این قافله را برداشتی هیچ کاری نکردن بااش این طرز تفکر متاسفانه علمای رافض هست عقل و کنار گذاشتن با اینکه میگن که اصول اصل امامت با عقل ثابت میشه با قرآن هم میگن که ثابت نمیشه با عقل ای کاش که عقل در اینجا به کار گرفته میشد این های دروغین و اصل قرار داده نمیشد امام را فدای روایت نمی کردن. شخصیت امام و فدای آبرو و حیثیت امام و فدای این روایت دروغینی که ابو مخنف درست کرده نمی کردن. اینجا ابو مخنف است که اسمت داره و علمای روافظ میان دفاع از ابو مخنف میکنن نه دفاع از حضرت حسین چون فقط این قضیه درش گفتیم نون هست بله خب با اینو اول خوندیم و بعد قسمت دومش هست که حالا این تماس داشته باشیم و بار این, این روایت هم خواهیم خوند روایت دوم این روایت هم بخونیم تا بینندگان در جریان باشن که چیز بعد برمیگردن میبیننده عزیزمون در اینجا میاره که بله صفحه لپتاپ داشته باشیم میگه که خب البته توجیه میکنه که معاویه غصب مقام امامت سیاسی و بیت المال بود غصب هم چیزی رو تغییر نمیده حقیقت رو تغییر نمیده و هم ملکیت مالکیت و, و ولایت حضرت حسین هم چیزی که حقش بود و در ولایتش بود اونو گرفت در زمان یزید هم همین کارو کرد آبا آب اینا من تعجب میکنم از یه طرف اومدن صلح کردن دیگه حضرت حسن رضی الله تنازل داد از حق خودش اون حق خدا بهش داده بود اما کنار رفت خب دیگه حضرت حسین در اینجا چه حقی داره اونم بیعت کرده دیگه دیگه چه انس... آقا شما غاصب هست چه غاصبی آقا اینجا من این سوالم اینجاست می که میگه که معاویه غاصب هست چی را غصب کرده وقتی حضرت حسن رضی الله خودشون اومدن کنار رفتن دست دادن بیعت کردن با معاویه اون سال گفتن سال جماعه عام الجماعه اتحاد سال وحدت حضرت حسن رضی الله کنار رفتن ول کردن غاصب چی هست وقتی که حضرت حسن جناب آقای کورانی خدا انسان بهش عقل داده خوب است انسان کور نباشه خدا بهت عقل داده حضرت حسن رضی الله عنه کنار رفتن پس غاصب دیگه نیست غاصب چی بوده حضرت حسن را در آنها قدرت داشتن توانایی داشتن همون نیرا رو داشتن اما کنار گفت من دوست ندارم جنگ و خون رزی. کنار رفت حضرت حسین هم بیعت کردن قاسب چی هست؟ پس اینجا شما باید بگید که متاسفانه نعوذ بالله نعوذ بالله حضرت حسین اومده غصب کرده این قضیه رو قافله را غصب کرده روایت دو آقا دروغین هست بگو آقا روایت دروغ هست ابو گفته این کذاب هست اینو نمیتونه بگه گفتیم که برای چی نمیتونه بگه دیگه خب میگه که ابو مخنف میاره قال ابو مخنف الازدی فی مقتل الحسین صفحه 68 اینجاست ثم ان الحسین اقبل حتى مر بالتنعیم فلقی بها عیرا قد اقبل بها من اليمن حضرت حسین از مکه خارج شدن اومدن تنعیم در اونجا قافله دیدن که از زمن اومده بود کی اونو فرستاده بود؟ بحیر ابن ریسان الحمیری به سوی کی؟ به سوی یزید ابن عاویه این چه کاره بود؟ بحیر ابن رئیسان عامله علی الیمین حاکم یمن بود از طرف بنی امیه بار قافله چی بود؟ الورس و الحلل و الحلل ورس بود؟ گفتیم که این ماده است برای رنگ کردن لباس هست و حله لباس که به سوی یزید فرستاده می شود. حضرت حسین این قافله را گرفت فانطلق بهم به تموشد. بله اینم دومین واقعی که به حضرت حسین رضی الله نسبت داده شده اما میبینیم که مجلسی و باقی میگن که چون امور مسلمین به دست او بوده حق داشته بله تماس بله آقای رضایی سلام علیکم و السلام و رحمت الله و برکات سلامت بشین سلام استاد روایتی را که دارید میخونید ما و شما بر اطلاعاتمون بر بیرون به دور بر اساس همین روایات هست یعنی از بیرون به سال قبل، سال قبل، هزار سال قبل وقتی میخوام به زمان برگردیم مجبوریم به اتکای همین روایات تواریخ و چیزی که نقص شده برگرد و شما وقتی روایات داریم بررسی میکنید بر اساس فکری خود سازی آخر روایتی نداری که ببی آقا ببین سنان امامیه این روایت نوشته و بر این فرقصه روایی دارد میتازن در صورت که از زمان حضرت حسین تا حالا بعد از حضرت حسین حضرت سجاد حضرت باقر حضرت صادق اینا در طول زمان که تعیین به رایات بر بر اینا زمان اینا رو رد شد از فیلتر زمان این رد شده هیچ کدوم برای این مسائل اشکار نگردن و هیچ کدوم این مسائل رو قافل زنی برام دم دوزی سرقت نمیدونستن یک دو اینکه شما هر چه در تاریخ اتفاق افتاد یه دقیقه یه اولی اولی این اولی, اولی توقفی داشته باشیم اولی فرمودید که از فیلتر ائمه رد شده یعنی اینکه شما معتقد هستید که ائمه هم از این قضیه خبر داشتن که حضرت حسین رضی الله عنه دو تا قافله را تصاحب کردند درسته بله دیگه خود از هم بزرگان علما ائمه این روایات در زمان اینا رد شده دیگه خب یا دیدن برای نقد بر این مسائل بود نقد میکردن از کجا معلومه این که شما میگید که اگر این چیزی که ابو مخنف از دی نقل کرده ابو مخنف من وقتی میگم که واقعا امام فدای روایت میشه این هست شما حاضر نیستید که روایت رو نقد کنید بگید که نواد این دروغ هست ابو مخنف اصلا یک شخصیت کذابی است یعنی هر اهانتی که بشه شما به امام اونو قبول میکنید اما توجیهش میکنید حاضر نیستید بگید که آقا این روایت دروغ هست مثل الان این م... ای مثالی که الان من میزنم جناب آقای اصل حاضر خودمون وقتی گفتن که آیت الله خامنه وقتی که متولد شد امام جمعه محترم یکی از چیزا گفتن گفتن که با گفتن یا علی به دنیا اومد خب یه اول مدیر دفترشون گفتن با این خزعبلات چیه این خرافات چین حرفا چی, چی میزنید بعد الان تازگی گفتن که بله آیت الله رفسنجانی تو خاطراتش نوشته که با آیت الله خامنه ای که ملاقات داشتن گفتم این چی حرف رو میدن گفتن که بله من سوال کردم از خواهرشون بودن دیگه گفتم بله وقتی تو متولد شدی گفتی یا علی خب این قضیه مثل همین قضیه که دقت کنید این روایت ها چون درش نون هست تقدیس هست روایت اینجاست که دیگه اصل به اصلیت پیدا میکنه اصل روایت میشه امام دیگه چیزی نیست من میخوام بگم در این برهه کوچک زمانی که شما میگید که فیلترها رد شده اگه مثل این رد شدن هست خود یه واویلا در حالی که اهل بیت رضی الله عنهم انسانهای پاک مخلص وقتی شما میگید عدالت علوی این کجاش عدالت علوی است جناب آقای رضایی کسی بیا دو تا قافله برداره متعلق به بی بیت المال باشه بعد بگه من نیاز داشتم مگه فقط تو نیازمندی مندی؟ دیگه نیاز نداشتن؟ بله خب آقای یوشعیمی یا آقای او اولا <applause> که من موضوع که دارید اشاره میفرمایید وقتی حضرت میفرماد من نیاز داشتم از کجا بگه شما اونجا بودی که نیاز شخصیش بوده فقط برای خودش برداشته باشه حضرت که تقسیم شد در بین خود خ... خ... مگه نگفتن تقسیم کردن در بین خود خانواده شد که... تا اندازه ای که کشش داده بین مسلمانان این مال مسلمانان بوده به شناخت خودش میگه در بین خود خانوادهش و موالیه آقای نه نیا کن شما اگه روایت بله شما بزرگترین مسائل تاریخی را با موضوع اصطحان حل میکنید بگید اصطحان کرده دا شما که من میگم دروغ, دروغ, دروغ هست, دروغ هست. دروغ آقای رضا یه چیزی هست که میشه قبول کرد یه چیزی میشه که قبول نکرد این میگیم دروغ هست اهانت هست آخه این دروغ را. آقا این کردن قافل زدن راهزنی این چی چطور میشه من قبول کنم که بگم حضرت حسین را دلون سید و شباب الجنده دوز بود آقا راهزن بوده نعوذ بالله آقا روایت دروغه چرا من بیام توجیهش کنم این ابو مخنف کذاب روایت درست کرده تموم شد چرا بعد آقای کورانی آقای مجلسی آقای فلان ابن تابوس فلان فلان بیان توجیه کنن برای اینکه روایت مقدس هست امام مقدس نیست شخصیت امام فدای روایت این دروغ داره میبنده به امام برای چی من بیان بگم که اجتهاد در این قضیه دروغ هست از اصلش بله جنگی که بین حضرت علی و حضرت معاویه بود من میگم بله در اینجا معاویه اجتهاد کرده حق هم با حضرت علی بوده ولی در اینجا بحث اجتهاد نیست آقا دروغه اونجا جنگی بوده حقیقت داشته جوایز دا دا شما که شما که به شخصه این معموریت رو از جانب خدا نداری که بیای به نام شیعه روایات شیعه رو بخونی بدونی که هیچ کشمانه <تصفح> پشتوانه شیعی داشته باشه یکی از علمای شیعه یکی از ائمه شیعه به شما بگن آقای روایات دروغ است خودت برم بزنم خودت و به طریقه خودت داری میگی دروغ است اونه که نگفتن چنین چیزی نبوده است که ما قبول کنیم که یه معیاری هست بلا آقا رضایی من که نمیگم شیعه هستم خب حق نقد که دارم حق خوندن که دارم ما شخصیتی داریم در تاریخ به اسم ابو مخنف این شخصیت هم شناخته شده است برای اهل سنت و هم شناخته شده است برای شیعه وقتی که ابو مخنف روایت میکنه خب شخصیت مشخص هست کیه پس این شخص اینگونه هست وقتی که انسان میاد میبینه که واقعا این روایت هایی که این داره آورده اصلا با عقل جور در نمیاد روایت که در مورد مسیر حضرت حسین رضی الله از مکه تا میاد به شهادتشون اون صحبت هایی که میشه هر فرد یک نقشی بازی میکنه یه حرفی که میزنه اینها رو از کجا آورده قابل با ذهن خودش درست کرده دیگه یه فرد دروغگوست قصه پرداز هست آیه حسین ببارد. چند سال قبل که این شبکه ولایت فعال بود یا آقای قذیری توی این برنامه داد میزد و بعضی از روایات به ام المومنین آهشه نسبت دادن بیاید شما اهل سنت و چیزاشون علماتون و پدرینتون اهل رو بگیرد دروگ است مثلا اشور ها در خمسر من چیزایی که بود به امور بگو بیا خود کنید. خب. شما خوب نیا خب. خب. کنید اون روایت مگه اهل سنت به اون روایت عمل میکنن گفتن نه میگه نسخ شده تموم شده اون فرق میکنه آقای رضایی روایتی که شما به امام معصوم بار دیگه من این هنوز اون روز منم گفتم شما متاسفانه هنوز این قضیه را هنوز مخلوط میکنید راه و روش درستی در استدلال ندارید شما وقتی ما میگیم که امام معصوم بعد میگید که ام المؤمنین عایشه آقا ام المؤمنین عایشه اولا که معصوم نیست بعد قضیه مشخص است داره بحث از نسخ میکنه که بعد تموم شد میگه تموم شده نیست وجود نداره اما شما یک روایت دقت کنید الان بحثمون تو روایت مقدسی است که شما اونو چسبیدید علما تایید میکنن امام و فدای روایت کردید مهم نیست که امام کی باشه فقط روایت حفظ شود شما دارید بابا میگه امام راهزنی کرد قافل زنی کرد ما می توجیه میکنید من برام به هیچ عنوان قابل قبول نیست که روایتی که این باشه ابو مخنف یک روایت کنه من که حضرت حسین را دلان نوشته تمام اون چیزم که اینجا نوشته مدحی برای معاویه معاویه را انسانی مدبر حکیم حلیم با گذشت معرف میکنه در مقابل تماما حضرت حسین بر ضد این صفات هست یه کارهایی میکنه که ماوی میگه من گذشت میکنم اشکال نداره من چون تو رو میشناسم مقامت میشناسم مکانت تو میشناسم میدونم کی هستیم گذشت میکنم دقت کنید اهانت هست این روایت به حضرت حسین مدحیس برای معاویه من که دشمنی با معاویه ندارم معاویه از اصحاب رسول رو بیدیم که رضی الله عنه ولی این روایت داره به حضرت حسین رضی الله عنه توهین میکنه کسی که شما اونو امام معصوم میدونی آقا این فکرش کن میگه که یبن اخی ان فی که نزوا و بودی ان یکون ذالک فی زمانی یعنی این کارهای تکرار میکنید اشکال نداره تو زمان من باشه بار دیگه قافله بردار بزن قافله اشکال نداره من مکانت تو رو میدونم گذشت میکنم یعنی اینکه اشتباه داری میکنی کار نادرستی است خب این آقا روایت دروغ هست چرا من روایت دروغ این رو بگم که اشتهاد اجتهاد نبوده بعدم بحث اجتهاد اگه باشه خب امام مش امام معصوم نیست دیگه اجتهادی کرده اشتباه کرده پس بگید پس کل قضیه امامتتون بار دیگه در اینجا زیر سوال میره که امام معصوم اجتهاد کرده در این کار در این اجتهاد یا درسته یا درست نیست درسته آقا چیز کسی که اجتهاد میکنه آقا بله شما فرمودید که معاویه در جواب نامه حسین نوشته من جایگاه تو را میدانم همانطور که جایگاه معاویه را حسین را معاویه میداند همانطور جایگاهی که معاویه داشته است که نداشته است در مقام خلافت قصبی حسین میدانسته است و ما چون حسین را امام معصوم میدانیم و معاویه را از دیدگاه علی ابن عبی از دیدگاه حضرت حسن از دیدگاه امام حسین خلیفه نمیدانیم و او را قاسد میدانیم کار حسین را درست میدانیم نقدی برش نداریم حضرت <تصفح> حسن چی؟ ببخشی آمد... ببخشی آقا آقا من صحابی میدانم بله درست میدونی؟ درست حسین رو میدید رضی الله عنه و برای حسین جایگاهی در مقابل معاملیت پید ندارید کار حسین رو اجتماع میدونی در صورت کار حسین درست بوده اون وقت میداره آقای من میگم حسن... این روایت دروغ هست حسرت حسین این کارو نکرده و بعد غاصب چی بوده من براتون توضیح دادم حضرت حسن وقتی کنار میره میره بیعت میکنه غصب چی کرده وقتی حضرت حسین میره بیعت میکنه غصب چی کرده جناب آقای حسینی بله بفرمایید بفرمایید آقای حسینی بفرمایید بفرمایید حضرت حسن عزیز کنار میرود حضرت حسن مگر خلافت را ریخ کنار خیابون و گفت هراد هراد بیاید ارزونش کردم آقای معاویه تو سزاواری تو میتونه من نمیکنم یه جایی یه چیزی به درست جدی برای امام حسن درست بود که خلافت را خلافت ای را به محاویه را گذار کرد اما منصب هدایت و رهبری امت که منصب الهیت به اون آبی و آگذار که بره کنار که اونایی که راهن نره نمود یا محمدی میخواستن یعنی <applause> <يعني> الان این <applause> کار دقت کنید دقت کنید آقای آقای رضایی شما هنوز یعنی بحث امامت سیاسی چشکار نداره هر خلیفه باشه پس اینجا که میگه بحث اصلا امامت برای چیه؟ امامت شما میگید پس چرا اصحاب رو تکفیر میکنید اگه سیاسی اشکال نداره اصحاب رو تکفیر میکنید امت رو تکفیر کردید چون میگید که علی را کنار گذاشتن کسی را خلیفه کردند حضرت حسن رضی الله عنه از خلافت کنار رفت قدرت هم داشت قدرت داشت نیرو داشت میاد میگه من از خون ریزی خوشم نمیاد میخوام سول کنم تموم شد میاد با معاویه کنار میاد میگه خلافت برای شما بیعت میکنه بیعت میکند کنار میآید چی را غصب کرده که بیاد من سوال من این است که چی چیزی را غصب کرد وقتی که حضرت حسن خودش اومد کنار رفت از همون خلافت سیاسی خلافت اون امامت برای جای خودش من میگم این خلافت سیاسی کنار رفت شد خلیفه امیر المؤمنین شد معاویه حالا حضرت حسین چه حقی داره بیاد مال را مال آه. را مالی که متعلق به دولت هست به سیاست هست تصرف کند بدون اجازه آقای حسینی جناب آقای حسینی بله بله بفرمی حضرت حسن رو شما اگر شما اگر صلح نامه را بخوانیم متن صلح نامه قبل دیگه به مرفات برسه و ماده ها برسه که با این شرایط اول می حضرت مصطبا تکان تکان من نمیتوانم نیرو ندارم اگر مرا یاری کنن هر من به کمک من بیاین من با تو میزنگم اینا همش حرفه بابا اینا همش دروغه نیرو ندارم چیه همون نورهای پدرش باش بودن دیگه اینا دیگه لطفاً دیگه چیزای دیگه درست نکنه من دارم بهتون میگم آقای رضایی آقای رضایی امام و فدای روایت نکنید این بزرگواران شخصیت داشتند شخصیت معتبری بودند در جامعه امام را فدای امام را فدای ابو مخنف نکنید من اینو میگم ای الناس ای شیعه امام را فدای ابو مخنف کذاب فدای اون راویان دروغی نکنید امام را فدا کردید قربانیش کردید دارید با خون امام با شخصیت امام دارید بازی میکنید دکان باز شده نون میخورند آقا چون نون میخورند با این من گفتم که نون مقدس هست نون مقدسه قدسیتش از امام هم بالاتر هست دیگه بدین خاطر امام اشکال نداره هر روایت وقتی اومد برای حفظ این فکر این مبدع هر دروغی هم اومد به امام نسبت داده شد بعد توجیهش کرد امام رو بعد فدای اینها کرد من خواهش میکنم ازتون آقای رضایی به جای این بحث هایی که به جای شما رو نمیرسونه دفاع های بی جا خواهش میکنم عقلتون استفاده کنید فدا امام و فدای این روایت های دروغی نکن توجیهات خیلی آبکی به خدا که انسان خجالت میکشد یعنی شما اینو بذارید در جلوی هر انسانی چی میگه که امام بیاد این کارها رو انجام بده بعد بگه من نیاز داشتم مردمم نیاز دارن باقی هم نیاز دارن کی بیاد این کار انجام بده هیچ کس این کار انجام نمیده چرا بعد به حضرت حسین رضی الله عنه فقط به حضرت حسین این صفات زشت و نسبت بدهند دشمنی روافظ با اهل بیت خیلی زیاد هست هیچ دشمنی مثل روافظ نیستند حتی از نواسب هم بدترند از نواسب هم بدترند روافظ امکان نداره هیچ انسان عاقلی بیاد این روایت رو قبول کنه مگر اینکه به خاطر نون باشه مجبوره خب بریم حالا اجازه بدید تو برگردیم به بعد از این قضیه در شهادت حضرت حسین رضی الله عنه به کتاب صحیح و ضعیف تاریخ تبری رضی الله عنه رحمه الله در قسم صحیح در مورد شهادت حضرت حسین رضی الله عنه اومده که برخلاف آن چیزی که قبلا هم گفتیم که دائما گفته میشه که اهل بیت بر اساس روایت این کذاب ابو مخنف که دائما گفته میشه که زنان آل بیت به اسارت گرفته شدند لباس هاشون به غارت برده شد روایت های ابو مخنف کذاب همه این ها روایت های ابو مخنف هست و تعجب میکنه حتی در اونجا اون لحظه ها که زنای اگه چیزی گفتن هم میاد مرتب اونا رو نقل میکنه فرزند کوچیکی یه چیزی میگه ابو مخنف همه اینها را ضبط کرده ثبت کرده نوشته میگه وقتی که سر شریف و مبارک حضرت حسین رضی الله عنه به نزد این فاسق فاجر عبیدالله الله بن زیاد آورده میشه میگه که این نبا عبدالله قد شمطه ابو عبدالله موهای سرشون و ریششون دیگه سیاه و سفید شده و جی این روایت صحیح است. در صحیح و ضعیف تاریخ تبری. الان ما در قسم صحیحش هستیم که در مقتل حضرت حسین رضی الله عنهما و تفاصیل الواقعت ال المشهوره به کربلا. این قسم صحیح هست. اینجا بالا هم هست که قسم صحیح مکتبه رسمی هست اینجا. من این بالاتر هم دقت بفرمایید. این قسم صحیح تاریخ تبری هست. صحیح تاریخ تبری. خب بعد میگه که در این جا سعد ابن عبیده میگه که چی و به بنسایهی و بناتیهی و اهلیهی همسران فرزند دختران و خانواده حضرت حسین آورده میشن بهترین کاری که این فاسق فاجر عبیدالله بن زیاد انجام داد ان امر لهن بمنزل فی مکان معتزل یه خونه جدا براشون در نظر گرفته شد و اجرا علیهن رزقاً و امر لهن به و کسوه هر چیزی که ناز داشتن دیگه از غذا نفقه و لباس هر چیزی که لازم داشتن دستور داد که بهشون داده بشه دقت کن بعد چیزی بسم این که بهشون اهانت شد بدی شد درست هست که اینها با حضرت حسین این گونه رفتار کردن این فاسق فاجر ابن زیاد اما با این حال درشون این نخوت جاهلیت هم که بگیم اصلا در اسلام هم که هست احترام به زن به دختران به خانواده در بوده احترامشون نگه میدارن خب این قسمت الان ما خوندیم و گفتیم که در اینجام که میگه حدثنی مولا لمعاوی ابن ابی سفیان قال لما اوتی یزید به رأس الحسین فوضع بین یدهی قال فرأیتو یبکی و قال لو کان بینی بینه و بینه رحم ما فعل هادا حدثنی معاویه مولا مشخص نیست کیه اینجا دقت کنید یکی کی میگه حسین ابن عبد میگه راوی حسین ابن عبد هست که میگه یکی از بردگان معاویه اینطوری گفته شخصیت معلوم نیست کیه مجهوله بدین خاطر حتی این هم صحیح نیست که سر, سر مبارک و شریف حضرت حسین فرستاده باشن به شام حالا بریم بحث بعدی که اینجا مطرح میکنه محقق این کتاب میگه که حضرت حسین الامام الحسین ابن علی رضی الله عنهما یتراجع عن اجتهاده حضرت حسین از اون اجتهادشون بر دقت کنید بحث اجتهاد هست نه اینکه وحی من عند الله باشه و یتبین له ثواب جمهور الصحابة فی مخالفوه من الرعی و براش آشکار میشه مخالفتی که صحابه با او داشتن در این قضیه در رفتنشون به کوفه این روایت صحیح در نزد تبری میگه که که درباره خروج حضرت حسین هست از مکه بیرون رفتن به سوی کوفه منظور از خروج حرکت حضرت حسین و شهادتشون رضی الله عنه قواه دلالت دلالة من تأييد ميكونه كي حسين بن علي كان رجلاً حصيفاً عاقلاً إنسان عاقل بود ما كان ليلقي بنفسه في المهالك كي حاضر نبوت كي خودشو در محلكة بندازه در حلقات بندازه كما يصور الشلبي وغيره من أنه يشبه ملاكاً صغيراً طاهراً كطفل يمد يده إلى القمر ليبلغه میگه که مثل اینها شلبی دیگران حضرت حسین و این گونه به تصویر کشوندن که, که مثل یک فرشته کوچولوس که پاک هست همانند یک تفلی کودکی که دست خودشو به سوی ماه دراز کرده تا به آن برسد میگه ولولا انه اگر نه اینکه بود که حضرت حسین رضی الله عنه به این عهد و عقد و قسم هایی که شیعیان کوفه فرستاده بودند هیچ وقت حضرت حسین رضی الله از مکه به کوفه نمیرند اما زمانی که به میدان میرسه با چشمان خودش قضایا را میبینه اراد ان یفاوض وارد گفتگو میشه و یذهب الی یزید لیبایعه بره به سوی یزید تا بیعت کنه با او یا بره به یکی از میادین جنگ برای جهاد بعد از اینکه براش واضح شد آن چیزی که صحابه رضی الله عنهم بهش میگفتند اما کتائب سربازان فاسق العبید الله این کار زشتشون انجام دادن فاخزاهم الله من قتله المجرمین خدا این قاتلان مجرم را خار و ذلیل کند که حرمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در خاندانش و بوی گل خوشبویش سید شباب اهل الجنه رضی الله عنه مراعات نکردن خب اینجا میاره محنت الامه باستشهاد الامام الجلیل الحسین ابن علی رضی الله عنهما میگه چیزی که تاریخی ثابت هست که حسین ابن علی رضی الله عنهما پسر اموی خودش مسلم نقیل و میفرسته به کوفه تا از صحت و صدق بیعت شیعیان خائن کوفه این خائن رو من میارم این از اینجا این نه ولی واقعا واقعا خیانت کردن دیگه خائن بودن این نامایی که نوشته بودن با اینکه امور رو مرتب کنه و بعد سال اون وقتی که دید امور مرتب هست نامه بنویسه مسلم عقیل رضی الله عنه در اواخر سال 60 هجری به شهادت میرسه روایات موضوع و روایت هایی که بسیار ضعیف هست که بیشترش از روات متروک هستند کذاب هستند که وزا هستند مثل ابو مخنف واقدی کلبی اینها را همه در قسم ضعیف قرار دادیم که ائمه متأخرین علمای متأخر سعی کردند که تاریخ اسلامی را از این روایت های دروغین پاک کنند اما با این حال متاسفانه بعض از آن را ذکر کردن همطور که ابن کثیر رحمت الله علیه انجام داد بعد گفتن که ولی شیعت رافضه فی صفت مصر علی حسین کذب کثیر و اخبار باطله شیعه رافضه در صفت چگونگی شهادت حضرت حسین دروغ زیادی دارند خبرهای باطلی دارند در اون چیزی که ذکر کردیم کفایت هست کافی است و حتی در بعض اون چیزهایی که ما آوردیم هم نظر هست بعد انسان دقت کنه اگر ابن جریر تبری اگر نه اینکه ابن جریر تبری و غیر از او از حفاظ و ائمه اونو ذکر من اصلا ذکر نمی کردم. یعنی اینقدر زشت و نادرست و خلاف عقل هست میگه اصلا نیازی نبود ابو مخنف کذاب و زا اباطیل و تهمتهایی در رواتاش درست کرد اول این قدر میگه که ابن زبیر حضرت حسین رو تشریح میکنه تشویقش میکنه که برو به کوفه دان حسین کشته بشه و خودش بتونه به خلافت برسه تا آخر این روایت های باطلی که داره حالا بعد از این در مورد صحبت صحابه هست آنهایی که با حضرت حسین صحبت کردن اولین فرد عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما بود که مخالف بود با یزید خب گفت که چی؟ ابن زبیر این بهشون گفتن که البته های دیگه هست که گفتین که در ابتدا گفت که ضعیف هست موضوع هست این روایت یعقوب بن سفیان حدثنا ابو بکر الحمیدی حدثنا سفیان تا اینجا میگه ابن زبیر به حسین رضی الله عنهما گفتن که کجا میری به سوی مردمانی که پدرتو کشتن و برادرتو زخمی کردن حسین گفتن که در جاهای دیگه کشته بشم بهتر از این است که در مکه کشته بشم و حرمت مکه زایع شود خب دومین دو فرد عبدالله ابن عباس هست رضی الله عنهما که از ابن عباس میگه که استشارنی الحسین فی الخروج حسین با من مشورت کرد در رفتن در به سوی کوفه دقت کنید در این روایت روایت صحیح هست که میگه خود حضرت حسین میره پیش عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما باش مشورت میکنه که می گفتم که لولا ان یوزرا بی و بکا لنشبت یده ی فی راسک اگر نه اینکه که کمی زشت هست دست ما تو موهات می بردم تو سرد می بردم اجازه نیم موهات محکم می گرفتم بعد که حسین فرمودن که در جای دیگه کشته بشم بهتر از این است که حرمت مکه به وسیله من حلال شود این باعث تسلی خاطر من شد زهبي ميگه كي ابن مسعي ميكي كي لو ان الحسن لم يخرج لكان خير الله اگر حسين رضي الله عنه از مكه بيرون نرديم بهتر بود رحمته الله عليه ان كي راي ابن عمر ابي سعيد خدري ابن عباس جابر و گروه هاي دي ديگري بودند بو دري با او در مورد صحبت كردند امام شعبی رحمته الله میگه كي زماني كه حضرت حسين بن علي رضي الله عنه مخاصمره به عراق رفت ابن عمر اراد ان یلقا ابن عمر رفت که با ابن عمر ملاقاتی داشته باشه سوال کردن حضرت حسین که ابن عمر کجاست گفتن که باقی داره اومد تو پیش او تو زمینش اومد که با او خداحافظی کنه که من میرم عراق که عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما گفتن که لا تفعل این کار انجام نده رسول الله صلی الله علیه و فرمودن که خویر تو مخیر شدن بین اینکه پاد نبی باشم که پادشاه باشم یا نبی که بنده باشم بدون حکومت پادشاه نباشم و به او گفته شد که متواضع باش و اختیار من اینکه نبی و بنده باشم یعنی پادشاه نباشم و انتخاب کردم سلیمان علیه السلام نبی بود پادشاه هم بود دیگه و تو هم الان تکیه پاره ای از رسول الله صلی الله علیه وسلم هستی از بیرون نرو نرو به کوفه نرو فابا فودعه حضرت حسین اصرار کردن الله بن عمر رضی الله عنهم اجمعین واش خدافزی کرد و گفتن که استودعکم الله استودعک الله من مقتول کشته میشی خدا ترى من ترا به خدا می سپارم که این روایتش رواتش سقاط هسته خب تا دقت الان این بعضی از این روایت ها بود که خوندیم در بحث فرستادن سر شریف و مبارک حضرت حسین رضی الله عنهما به سوی عبید الله بن زیاد فاسق فاجر هست این چیزی که صد درصد این کار انجام دادن شیعیان کوفه متاسفانه سر حضرت حسین رو بریدن و اونو آوردند دادن به عبید الله بن زیاد متاسفانه فاسق و فاجری مثل خودشون دقت کنید در اینجا شیعان کوفه سر حضرت حسین رو بریدند بعد از این خیانت و جنایتی که کردند بعد از این حضرت حسین رو به شهادت رسوندند بعد از این خیانت ها و این جنایت ها سر مبارک و شریف حضرت حسین هم توسط همین شیعان کوفه هم کسانی که نام نگاری کرده بودند این سر از بدن مبارک جدا میشه میفرستند به نزد عبیدالله الله بن زیاد فاسق فاجر نا کنید همه مثل هم هستن عبیدالله الله بن زیاد و اون شیعان کوفه یکی هستن فرق نمی کنن شیعان کوفه بودن که حضرت حسین آوردن همین شیعان بودن وقتی که عبیدالله الله بن زیاد اونها را ترسوند اونها را وعده به پول داد تسلیم شدن حضرت حسین رو کشتن با این خیانت با این جنایت اینگونه رفتار کردن بعد سر مبارک و شریفش هم به نزد این فاسق و فاجر چه فرقی کنه؟ دقت کنید همین شیعیان بودن دیگه شیعیان کوفه وگرنه حضرت حسین رضی الله عنه در مکه خب در امنیت بودند. میگید که قافله هم برداشت اومد از طریق مدینه هم رفت اما ترسش این بود که مبادا بالاخره وارد جنگ و درگیری بشه با بنی امیه بدین خاطر همطور که در این روایت صحیح خوندیم میگه که من از اینجا میرم به خاطر اینکه مبادا به خاطر من حرمت مکه شکسته شود بله الان بحثی که خواهیم داشت انشالله دیگه در مورد بله این اینو انشالله فردا مورد مطرحش میکنیم ولی باردی من تکرار می کنم بینندگان عزیز در فکر امامت امام معصوم نیست روایت معصوم هست قدسیت از آن روایت هست امام فدای روایت میشه هر روایت هر زشتی هر کار نادرست اخلاقی غیر اسلامی غیر شرعی انجام به امام نسبت داده بشه قبول میشه حال باید توجیهش کرد نه روایت رو رد کرد چرا که اگر روایت رو رد کنند امامت رد میشه اگر روایت رو رد کنند بحث تحریف قرآن هم رد میشه دیگه چیزی نیست به اسم شیعه امامیه به اسم رافضی همه میشن یکی مسلمون همون علی سنت دیگه فرق نمیکنه. اما روایت قدسیت داره مقدس هست در نزد شیعه بینین خاطر قابل نقدم نیست نقد نمی کنند دیگه میگن که هر چیزی که در این کتاب اربعه و باقی اومده میگه صحیح است آی مجلسی چی میگه؟ در مقدمش در مورد کافی میاره صفحه سی هست بیست و نو سی هست میگه که صحیح این است که هر چیزی که در کتب معتمد صحیح هست حالا آره این تقسیم بندی هایی که میکنیم میگیم که صحیح هست و ضعیف هست مجهول برای ترجیح دادن در هنگام اختلاف هست بگرنه همه صحیح هست پس روایات از دید شیعه امامیه رافزی مقدس هست قرآن این قدسیت نداره قرآن که تعریف شده قدسیت نداره اما روایت هست که دقت کنید روایت در نزد رافیزه امامیه مقدس هست بالاتر از قرآن هست بالاتر از امام هم هست امام قرآن همه فدای روایت همه فدای ابو مخنف مغیرت ابن سعید فلان شیطان تاق از این شخصیت های سبعی همه را فدای اینها میکنند چون بعد بیمونه که نون توش باشه و السلام علیکم و رحمت الله و رکاته